امروز بخوایم درس 9 و 10 کار کنیم. دست چپ رو تقریبا یاد گرفتیم، یه چیزایی از دست راست یاد گرفتیم، نوت ها کتاب ها رو یاد گرفتیم، آکورد های مینور و ماژور رو یاد گرفتیم. حالا میخوایم تمام آکورد هایی که با دست چپ نواخته میشه توی این درس 9 و 10 بگیم تموم بشه، بعد دست راست و دو دستی کامل و شگرد های پیانو و رفتن به جلو با آهنگ ها آکورد های مختلف. خب اول از آکورد 3/4 شروع میکنیم. گفتیم آکورد یعنی سه تا صدا با هم، هر چی میخواد باشه، چه مینور چه ماژور، کلا سه صداییه. خب حالا الان میخوایم 3/4 بزنیم. خب پاک رو پدال باید باشه. الان 3/4 ساده میخوایم بزنیم. ساده بود. سه تا نوتی که همزمان با هم بخورد، یعنی ببین 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 4. حالا همین 3/4 یه مدل دیگه، 3/4 میتونه چنگ باشه یا باز باشه. ببین به این صورت، تقریبا هر کدوم از اینا دو بار سه بار بستگی به نوتی که داریم میزنیم. اگه همش چنگ باشه، همش دلو چنگ باشه، بیاد خب حالا 3/4 باز. 3/4 باز به این صورت. خب 3/4 ما پشت سر هم میزدیم، میگفتیم 1 2 3 1 2 3 1 2 3. حالا وقتی 3/4 باز میشه، آکوردی که مثلا میخوام بزنم می مینور میشه می سوس سی، چیکار میکنم؟ سولو میام بعدم میزنم، یا میتونم سولو بزنم برم جلوتر. میگم حالت باز یعنی انگشته باید باز بشه. به این آکورد میگم آکورد باز. هشتایی باز داریم، 4/4 باز داریم، 3/4 باز داریم. حالا الان تو 3/4 3/4 معمولی کار کردیم، 3/4 چنگ رو کار کردیم، حالا 3/4 باز. ببین به این صورته. سولو نزدم، یه می اول زدم یه می آخر به جای سول. میشه زد، جلوتر میره. میدونی چی میگم؟ 3/4 باز میتونه حرکت کنه دیگه. تقریبا الان دیگه یاد گرفتیم داره دست من حرکت میکنه. ببین 1 2 3 تموم شد. حالا میتونه بگه 1 2 3، همون می مینوره. میتونی فاصله بده، میگه این مثلا به دلخواه بود، البته تو نوع آکورد. ببین مثلا ما به جای می سول سی، من سولو نمیزنم، آکوردمو باز میکنم، اینجا یه می دارم دیگه، پس میزنم می سی می. شکل آکورد باز شد. حالا مثلا رو ملودی چجوری میتونه اینجوری باشه؟ این از 3/4. حالا میریم به 4/4. خب وقتی میگیم 4/4 یعنی ما باید 4 تا ضرب بزنیم. 3/4 اگه 3 تا نمیزدیم، پس 4/4 میشه 4 تا نوت. آکورد درست 3 صدای است، منتها ما میخوایم 4/4 آکورد بزنیم. وقتی تو پیانو میخوایم آکورد بزنیم، دست حرکت میکنه، نوتا بیشتر میشه. میگم حالا همونطور که 3/4 ثابت داشتیم، چنگ داشتیم، باز داشتیم، 4/4 حالا ترکیبی داریم، 4/4 باز داریم. الان مثلا 4/4 ترکیبی، مثلا همین می مینور میخوایم ترکیبش کنیم. از ترکیب نوت استفاده میکنم، یعنی نوتای دیگه. آکوردم رو چارتایی میکنم، ببین چند تا میخوره. 1 2 3 4. خب یعنی آکورد 4/4 ترکیبی شد. می مینور میشه می سوس سی، درسته؟ ما تو ترکیبی چیکار میکنیم؟ میایم از نوتای به قولی همسایه
تو حالا هارمونی آکورد ها مثلا تو لامینور یا میمینور حالا تخصصی موزیک میشه، کاری نداریم. تو آکورد ها ببین مثلا ما یه لامینور داریم میگیم لا دو می، خب من میخوام تو این آهنگ ترکیبش کنم اینو، ببین لا دو می، خب بعد چهار تا بزنم یعنی سه تا است. بهترین کار چی؟ خب اینجا مثلا یه لا دارم، ولی ترکیب این کادانس به اسم میگیم حل آکورد، کادانسش تنین خوشگلی نمیده. میام رو می مینور حل میکنم آکوردمو، بعد ترکیبش میکنم، ببین یک دو سه چهار. حالا آکورد بعدی می ماژور بود، می ماژور چی بود؟ بود می سول دی سی. ببین این می ماژور، حالا اینا میخوام ترکیبش کنم، ببین میزنم می سی سول سی، هی دارم باهاش بازی میکنم، با آکوردا باز با نوتا بازی میکنم. این پس میشه آکورد چهارم ترکیبی، درسته؟ چهار تا نوت رو باید بزنی، حالا ترکیبش میکنی، میتونی اینجوری هم ترکیب کنی. حالا ببین این مثلا الان می ماژوره، ببین مثلا با یه آهنگی که بخوایم بزنیم، ببین آکورد خیلی مهمه با دست راست سینک باشه، به خاطر همین میگم. پس تو این دوتا درس این دفعه فقط دارم آکوردها رو انواع اقسام دیگه یاد بگیری تموم بشه، که دیگه با دست چپ حالا میخوام سرعت ها رو یکی کنیم، با هم مچ بشن، جلو نپرن، عقب نمونن، دست راست دست چپ با هم. حالا بخواد آکورد آهنگ بخواد چهارم باشه، آهنگ بخواد ششم باشه، آهنگ بخواد تند باشه، آروم باشه، ربطی نداره. دستمون نباید تند و یواش بشه، بر اساس متد آهنگ، بر اساس سرعت و ریتم آهنگ. خب چهارم ترکیبی این بود. پس یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. خب یا مثلا ری مینور ری فالا، خب من میخوام ترکیبش کنم، میام از این افالا دوباره سه، ببین یعنی هر کدومو میام یه یک بار دیگه انجامش میدم، پس ترکیبی شد. خب حالا یه تا سه چهارم باز چجوری بود؟ حالا چهارم باز، چهارم باز مثلا میخوایم مثلا لامینور رو بازش کنیم، آکوردش رو ببین این لامینور، حالا میخوایم باز کنیم. باز میتونم دو رو نزنم مثل اون آکورد تو سه چهارم، چیکار کنم؟ بیام اینجا، ببین اینجا لا دارم، اینجا دو دارم، اینجا می دارم. خب اینجا یه لامی گرفتم، دو رو برداشتم، خب دو تا میخوام، پس آکوردم رو باز کنم، میام لا دو کمک میگیرم، ببین می چهار تا شد، چهار چهارم باز. حالا میخوام می مینور بزنم، ببین ری مینور، میبینی؟ خیلی راحته. اسم اصلا آکورد باز شنیدی بدون باید پس دستا باز شه رو پیانو. حالا میخواد میگم سه چهارم باشه، چهار چهارم باشه، آکورد هشتایی باز باشه. خب اینم از چهار چهارم. حالا میرسیم به یه آکورد به نام آکورد شیشتایی و هشتایی. ببین وقتی میگیم شیشتایی، ما مثلا میزان مثلا داریم سه چهار، دو چهارم، سه چهارم، چهار چهارم، شیش هشتم، ولی یهو مثلا وقتی میگم شیشتایی مثلا نداریم یهو توی مثلا تو مثلا یه آهنگ چهارم بزنه، که نوع آکوردشو به اصطلاح میگیم آکورد شیشتایی، یعنی که شیش تا نوت باید بزنی. مثلا سه چهارم یادت مثلا من دوبار میزنم خب میشه شیشتا، حالا مثلا شیشتاییش ببین اینجوری میشه، مثلا همون می مینور می سول سی رو میتونم باز میکنم، ببین یک دو سه چهار پنج شیش، شیش نزنم. خیلی آکورد خوشگلیه، تو خیلی از آهنگا استفاده میشه. بعد تو آهنگ ها به تو میگه، ببین مثلا یه آهنگ مدلش مشخصه، آهنگ مثلا هشتاییه، آهنگ شیشتاییه، آهنگ چهارتاییه، حالا باز ترکیبیه. پس این آکورد شیشتایی، حالا میگم هرچی، چه مینور چه ماژور. خب یا مثلا الان ببین لا ماژور، ببین میشه لا دو دیز می دیگه. الان من اینو بخوام مثلا شیشتاییش بزنم، ببین میشه یک دو سه چهار پنج شیش، شیشتا میشمارم میام جلو، شیشتا میری جلو دیگه، نمیخواد بیای عقب. حالا مثلا ر مینور ببین میشه یک دو سه چهار پنج شیش. حالا مثلا توی یه تیک آهن
باز نگاه کن. آکورد شیشتایی. خب اما آکورد بعدی ما میشه آکورد هشتایی. خیلی مهمه. تو پیانو تقریبا میتونم بگم سخت‌ترین آکورد آکورد هشتاییه. رفت و برگشته. ببین ما چطور شیشتا زدیم. ببین تو حساب کن دست راست داره اینجا میزنه. الان شیشتایی ببین دست من مثلا از اینجا هم میزنیم. تقریبا ببین از این قسمت پیانو، چون از اینجا دیگه ببین چرا صدا بد میشه، اصلا زشت میشه، نمیشه زد. از اینجا میزنم که تقریبا میشه یه اکتاف بعد از صدای بم پیانو. ببین یک دو سه چهار پنج شش. ببین دقیقا دو اکتاف داره دست من حرکت میکنه. حالا هشتایی فکر کن دوتا میخواد بره، دوتا هم برگرده، یعنی قشنگ تا نصفه پیانو باید بیاد. بعد دست راست میخواد اینجا بزنه، پس یه خود سخته هماهنگ کردن اینا. حالا دو مدل هشتایی داره، هشتایی باز، هشتایی رفت و برگشت. هشتایی باز چجوریه؟ مثلا این هشتا میشماریمش، چطور سه چهارم و سه تا چهار چهارم، چهار تا شیشتایی شیشتا اسمش روشه. پس هشتا یعنی بعد هشتا نوت بزنیم. مثلا لا مینور یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، این هشتایی بازه. دیدی دوباره یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. الان من میخوام آکورد لا مینور و سول ماژور رو فامجور رو میو همینجوری تا ره یه چند تا آکورد پشترم باز برم هشتایی باز. قشن متوجه شید بدون ملودی. ببین اولی رو میشمارم، بعدی رو نمیشمارم، فقط دیگه خودت باید بشماری تو زدم. ببین یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. سولفا تقریبا 5-6 تا زدم، همه هشتایی باز بود. خب تو همین محدود است، زیاد تکون نمیخوره. مثلا با آکورد با این آهنگ خیلی شنیده از تلویزیون از رادیو میدن، آهنگ باران اشمال ناصر چشماز، خیلی آهنگ قشنگی هست. این آکوردش مثلا هشتایی بازه، آهنگ دولا چنگ، خیلی سریع باید بزنی. ولی دیگاه کن چجوری مثلا فیکس میشن اینا با هم. ببین باز همچنان سرعت دست چپم فیکس بود، با حالی که دست چپ دست راست داشت دولا چنگ میزد، یعنی خیلی سریع تر. ببین پس به این ربطی نداره که اگه مثلا یهو دست راست داره دولا چنگ میزنه، سلا چنگ میزنه، دست چپت هم به اندازه همون بزنه. نه، دست چپ باید میزان به میزان خودش رو بده جلو. ببین یعنی یه آهنگم بود هشتایی باز برات زدم. خب حالا میخوایم ببین تقریبا هر آکورد رو دارم با تیکای آهنگ بهت نشون میدم که اول آکورد بعد آهنگ که قشنگ متوجه شید چجوری میشه زد. اما میرسیم به این هشتایی باز بود پس زدیم. حالا میرسیم به هشتایی رفت و برگشت که سخت‌ترین آهنگ، سخت‌ترین آکورد پیانویه، چون تقریبا سه اکتاف پیانو رو میخوایم بریم جلو برگردیم. تکلیف دست راستی میشه چجوری میشه. خب حالا الان میخوایم هشتایی رفت و برگشت بزنیم. مثلا می شروع میکنیم، فرقی نداره، الان میخوایم با همش بریم دیگه. ببین
آکورد وسط رو جا میندازیم، مثل شیشتایی چجوری میرفتیم، دو تا حالا برمیگردیم ببینیم میشه یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. شیشتایی هایت شیشتا میرفتیم، حالا توی این هشتایی رفت و برگشت شیشتا میریم جلو دو تا برمیگردیم که شیش و دو میشه هشت، به خاطر همین میگه هشتایی رفت و برگشت. مثلا الان لامینا رو تو نگاه کن، یک دو سه تا بر میگرده، به خاطر همین میگن هشتایی رفت و برگشت. حالا ببین تقریبا دارم تقریبا دیگه دو اکتاب هم حتی رد کردم دیگه، بعضی از آکورد ها به سومین هم میرسه، به سومین آکورد پیانوی، اکتاب پیانوی. پس اینم از آکورد هشتایی رفت و برگشت شد. هشت رو میشماری، ببین یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. آکورد لامینور رو تو لامینور میگیری، گفتم دو رو نمیزنی بعد بقیهش رو میزنم، یعنی میزنم مثلا لا می لا دو می لا می دو، اینجوری میشه دیگه هشتایی. اجزای تشکیل دهندش که اون سری بهت گفتم مینور ماژور چه، اونا رو باید یاد بگیری که تو آکوردا بزنی. خب یک بار دیگه هشتایی رفت و برگشت رو آرومتر میزنم. خب این از آکورد هشتایی رفت و برگشت. خب بزنیم آهنگی که اگه میشه با حسد رو یه فکری کنیم ببینیم چی میتونیم با این بزنیم. رفت و برگشت آهنگ لاو استوری میزنیم که آکوردش هشتایی رفت و برگشته. ببین به چه صورته، شده از آکورد هشتایی رفت و برگشت. خب پس چند تا یاد گرفتیم، سه چهارم زدیم، چهار چهارم زدیم، هشتایی باز زدیم، شیشتایی زدیم، هشتایی رفت و برگشت زدیم و برمیگردیم. حالا یه تیک هم آخرین آکورد تقریبا تو آهنگای پیانویی شیش و هشت. ببین شیش و هشت زدن خب سخته، تقریبا نوتات میشه چنگ دولا چنگ، خیلی سریعتر باید عمل کنی چه دست راست چه دست چپ. ما تو میتونیم با این تقریبا تنوع بدیم دیگه با دست چپمون. چیکار میکنی؟ ببین همینطور که معلومه 6 و 8 خب یعنی رنگ، یعنی شاد، یه حرکتی انگار یه حالت رقصی هم باید به دستات بدی، دستت بیشتر تکون بخوره، او حالت رقص و دست داشته باشه که بتونه ادامه بده آهنگ رو. ببین مثلا میمینو ما میگیم می سول سی، خب الان اینو بخوای 6 و 8 کنی مثلا اینجوری میخوای، یه 6 و 8 مثلا سنگین داریم اینجوری، شش مثلا لگاتو بود. خب زیاد نمیشه گفت 6 و 8 بود. مثلا 6 و 8 به قول ایرانی خودمون خب مثلا میگیم می مینور می سول سی. ببین اینو من دقیقاً
میام چیکار میکنم؟ تقریبا میام اینو چنگ میزنم. خب شیش هشتم دیگه ضرب ترکیبی از ضرب شده دیگه، آکورد نوتات میشه چنگ. خب پس باید خیلی سریع تر باشه. ببین دقیقا همش چنگ شد، خیلی سریع رفت، خیلی تند رفت. بعد به دستم یه حرکتی هم دادم، ببین خب پس اینجوریه. یا مثلا میتونه تقریبا دولا چنگ باشه، اینجوری شیکترم میشه تو بعض از آهنگا. پس دیدی میتونه 6 و 8 حالت چنگ باشه، میتونه حالت تکنوت، ولی خوشگلتر بزنیمش. پس 6 و 8 ما باید خوشگلتر بزنیم. ببین این 6 و 8. پس این جلسه تو این درس 9 و 10 تمام دست چپ رو دیگه ما یاد گرفتیم دیگه. پس با دست چپ کار نداریم. تو درس بعدی، تو جلسات بعدی میخوایم با دست راست دیگه کار کنیم که فرست چیم دیگه روی این دیازا بمولا کار کنیم. بعد تریوله بزنیم، تریپ بزنیم، متفاوت هم عمل کنیم. اما حالا آخر این درس میخواستم آرپژ رو، فکر کنم قبلا بهت گفته بودم تقریبا، حالا میخوایم آرپژ رو تقریبا یه بار با هم دوره کنیم که تو این درس هم باز داشته باشیمش. خب آرپژ اگه یاد باشه بهت گفتم اول دست چپ حرکت میکنه، دست راست هم کنارشه. میبینی اول دست چپ، دوم دست راست، اینو یه دوز پلیس. این دست راست در میره، دست چپ هم میفته دنبالش. ببین بعد نگاه کن، دست چپ میاد جای دست راست، دست راست هول میده جلوتر. میبینی همه هم یه آکورد میزنن، همه میزنن میمینور، چه دست چپ چه دست راست. ببین یعنی آرپژ مثلا میمینوره، میخواد دست چپ بزنه، دست راست میزنه، باز ببین دست چپ میاد، باز اینجوری دست راست، دست چپ، دست چپ میاد راست، تا آخر میتونی پس آرپژ رو بزنی. از قرار گرفتن ببین آرپژ تقریبا باید چهار تا باشه، دو تا دیگه تقریبا میتونه خوشگلش کنه، ولی یه دونه خوشگل نمیکنه. تو بعضی از آهنگا داریم که بخوایم بزنیم. پس آرپژ خیلی یه تکنیک پیانویی خاصیه. پس تکنیکش الان بهت گفتم، اول دست چپ بعد دست راست با هم دنبال هم میکنن میرن جلو. حالا این وسط خیلی کارو میشه کرد، میشه دوب زد، میشه تریوله زد، میشه چنگ زد، یهو بعضی نوتا رو میشه بداهه نوت زد، همه اینا باعث میشه آرپژ قشنگ بشه. ببین من الان چهار تا آرپژ میزنم، منم میزنم لا مینور، فا ماژور، سول ماژور، می مینور، دو تا مینور، دو تا ماژور ترکیب کردم. ببین فقط آرپژ خالی ببینیم میشه خوشگلش کرد، ولی با اضافه کاری. الان لا مینور، فریاد باشه، آرپژ همیشه با پدال داشته باشه. خب من الان چهار تا رو زدم. حالا وقتی تکنیک ها رو کم کم بهت بگم، من میتونم وسطش ملودی بزنم، دوب بزنم، تکنوت های بالا پایین اکتاب بزنم. اینها اضافه کاری ها، به قولی این ادویه، این جور چیزا اضافه کنه خوشگل تر میشه. ببین حالا میخوام با همون لا مینور، فا ماژور، سول ماژور، می مینور آرپژ های مختلف هم بزنم. ببین زدم، توش دوب زدم، تک زدم، تریوله زدم. پس آرپژ رو میتونیم اینجوری هم خوشگلش کنیم. خب درس 9 و 10 تموم شد، آکوردا رو خیلی کامل و دقیق یاد گرفتیم و تقریبا با هر آهنگی هم برات زدم.
اینا رو کار کنیم، بعد که جلسات بعد برسیم به دست راستمون. چپ دیگه اوکیه، خوبه، خیلی چیزا رو یاد گرفتیم. الان چپمون با این آکوردایی که یاد گرفتیم آماده است. حالا ببینیم دست راست، دست راست چیکار کنه، چجوری حرکت کنه، چجوری تون بزنه، چجوری آروم به این صورت میتونه انجامش بدیم با ترکیبی از دو تا دست که سرعت ها زیاد نباشه، سرعت ها کم نباشه، اونه کی از اونه کی نزنه جلوتر. پس میتونه به این صورت باشه. یه تیکه آکوردی هم داریم، مثلا همون لا فا سال می. مثلا مال موقعی که مثلا کنارت بخواد یکی گیتار بزنه، یکی ویولون بزنه، مثلا تو نمیخوای ملودی بزنی، میخواد اون ملودی بزنه، تو با آکوردهایی که هر آهنگ هست میتونه با دو تا دستات این تکنیک دو نوازی میگن که حالا تو جلسات بعدی نزدیک حالا جلسات 15-16 رد کردیم این تکنیک هم بهت یاد میدم. ببین مثلا به این صورته. دو تا دست دارن آکورد میزنم، تا مثلا یه ساز کنارت باشه این تکنیک دو نوازی هم میشه. خب پس درس 9 و 10 آکوردها تموم شد. خسته نباشید.